برادران ارجمندم جنرال ابوالفضل و دکتر شاهجان و جناب آقای موسوی و حمید دکتر حمید الله توری گل آماده کردم تا در جوار قبرش به بهانه خداحافظی گل بگذارم و یقینا دوستان شما رو همراهی میکنم. اما افسوس باید بگویم مجاهدین عزیز، برادران گرانقدر، شما در این شرایط حساس با رهبر و پیشوای خردمند خود خداحافظی میکنین. افسوس از اون جنازه‌ای که خواهر چند ساعت بعد خود را به قتل و گارسا یک نگاه خیره دید، این پیکر سر در بدن ندارد، کنار اون پیکر نشست، یک نگاه جانب نجف، یک نگاه جانب مدینه. آرام عرض کرد: یا رسول الله، آمدم کنار حسینت جایی را میبوسم که شما نبوسیدید. سب خم کرد لبها رو برگهای بریده ابی عبدالله الحسین گذاشت، رو به طرف آسمان صدا زد: خدایا این قلیل قربانی را از خاندان خلیل به کرمت قبول بگردان. لذا من امیدوارم دوستانی که این مجاهدین را یاری میرسانند، آرام آرام با ذکر یا حسین یا حسین حرکت کنند با قبر رهبرش وداع. یا حسین یا حسین قرارت کتو شد امین ایروهای هم نیتیر یک لیست دادن. امینا را تشکری کنیم، امیر یک تشکری کنیم. پیام‌های زیادی از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و علمی ماندن. پیامی از الحاج عبدالعنی کاظمی، رئیس حزب حرکت اسلامی افغانستان، و همچنین پیامی است از استاد امیر محمد ضیایی، رئیس شورای ولایت بلخ حزب حرکت اسلامی افغانستان، و همچنین ده‌ها پیام دیگر. و در اخیر جا دارد که از نهادهای امنیتی که در این چند روز واقعا با تمام توان از روز تشییع تا این روز امنیت اینجا را کاملا تأمین کردند، هر یک قمندانی گارنیزیون کابل، محافظت رجال برجسته، ریاست عمومی امنیت ملی، قمندانی امنیه کابل، حوزه های پلیس مربوطه و امنیت ملی، به ویژه گاردهای متعهد و جانفدای حوزه علمیه خاتم النبیین، و همچنین سایر نهادهای امنیتی که در این چند روز واقعا زحمات فراوان را در این راستا کشیدن. اجرکم علی الله. جهت خوشنودی روح ملکوتی حضرت آیت الله العظمای محسنی، آن یگانه منادی وحدت و اخوت در جهان اسلام و بنیانگذار حوزه علمیه خاتم النبیین، صلوات بلند عنایت کنید. و همچنین در اخیر از حضور پرشور یکایک شما عزیزان، شفتگان حضرت آیت الله العظمای محسنی رحمت الله علیه، نهایت تقدیر و تشکری را داریم. انشاءالله که خداوند متعال پیامبر و اهل و بیت پیامبر محشور گرداند، بر محمد آل محمد صلوات بلند عنایت کنید.
اسلامی متحد افغانستان و مشاور رئیس جمهور در امور پشتبانی از نیروهای امنیتی هم رسیده است و هم افشار شورای علمای ولسوالی مقر و همچنین اساتید شاگردان مدرسه زینب کبرا، علما و طلاب و مؤمنین ولسوالی دایم ارداد مقیم کابل، اساتید شاگردان مدرسه امام صادق ولسوالی یکاولنگ، نمایندگی شورای علمای شیعه در ولایت بامیان، مجاهدین و مؤمنین ولایت لوگر و پکتیکا، مدیریت مدرسه علمیه سجادیه سنگشانده و همچنان دکتر زفتهوری و شورای مردمی گردن دیوال حصه اول بیسود، شورای علمی فرهنگی و اجتماعی طلاب دایکندی، سادات دره سیدان قربند و هدایت و همچنین اسدالله سعادتی و حوزه علمیه رسالت، مدرسه علمیه از زهرا، حوزه علمیه ولایت مرکز بامیان، مدرسه علمیه حضرت مریم سلام الله علیها، همه اینها پیام فرستادن، از همه شان تشکر. و در قدم اخیر از همه دوستانی که تشریف آورند ابراز امتنان و تشکر میکنیم. از طرف شورای دایم ارداد اولیا هم پیام تسلیت رسیده است. خداوند انشاءالله از همه ما و شما قبول بگرداند و از همه دوستانی که تشریف آوردند، کارمندان امنیتی، همه دوستان تشکر ابراز امتنان داریم. سلامتی همه ما و شما تعجیل در فرج مولای من حجت ابن الحسن و شفای مریضان، خوشنودی روح آیت الله عظمای محسنی بر محمد و آل محمد صلوات. همچنان از قماندان محترم دولتی، قماندانی امنیه گازیزیون، ریاضیت محافظت رجال برجسته و همچنان حوزه های مربوطه پلیس ملی، امنیت ملی، کارمندای داخلی حوزه علمی خاتم النبیین و در مجموع در کل نیروهای امنیتی و تمام کسانی که زحمت کشتن جهان سپاس و تشکر به عمل می آید. مجاهد افغانستان، مخصوصا شهروندان کابل، صمیمانه تشکر میکنم و از تشکر خاص میکنم از حضرت آیت الله فرماید شخصیتی که در تمام دوران علم و فضل و کمال با تمام توانایی و با تمام توانایی او بود و همراز بود و همکار بودند و حتی در مرحله‌ای که شب مسئله ارتحال ملکوتی این عالم فقیه فرزانه اعلام شد، شاید ساعتهای 11 شب 12 شب تصمیم گرفتن که خود به کابل برسانن و در اول صبح هم امروز با تمام مشکلات و مریضی که داشتن خود به کابل رساندن و به زیارت پیکر ناز شرمندگی معذرت می طلبیم. امیدوارم که خداوند ایشان را شفای عنایت فرماید و حضرت آیت الله العظمای محسنی را با انبیاء و گذشتگان ما را غریق رحمت بفرماید و آنان که زحمت کشیدن با کمال تشکر خداوند از ایشان قبول فرماید. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.